بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم شاگردای عزیز ان شاء که جور صحتمند و سرحال باشین شاگردای عزیز صنف پنجم مضمون ریاضی هست موضوع درس امروز ما هست امتحان عملی زر و تقسیم توسط یک دیگر که به ادامه درس های قبلی ما هست یعنی امتحان امتحان عملی تقسیم درس دهم ده میشه جلسه 38 و, و صفحه 23 کتابتان خب شاگردای عزیز صفحه 23 کتابتان باز کنین آفرین شاگردای حالا دقت کنین صفی 23 کتابتان امتحان عملی تقسیم هست امتحان عملی تقسیم خب شاگردان عزیز در امتحان عملی تقسیم گفته بودیم که برای اینکه بدانیم عملی تقسیم رو درست انجام داده ایم یا خیر مقسوم علیه رو ضرب خورش قسمت کرده و بعد از آن باقی مانده رو با آن جمع میکنیم اگر حاصل مسایی به مقسوم بود عملیه صحیح هست درست شده عزیز حالا میریم یک سوال کار میکنیم و امتحانش میکنیم دقت کنید شاگرده ایزیز سوال ما هست 663,552 تقسیم 1,152 یعنی تقسیم یک عدد چار رقمی میکنیم پس چی کار میکنیم شاگرده ایزیز؟ چار رقم جدا میکنیم به این حال یک دو سه چار چهار قمان میکنیم حالا میگیم عدد یک هزار یک سد چند مرتبه در شش هزار و پنج وجود داره دقت کنین یعنی تخمین میکنیم بگیم که شش تقسیم یک شوه خود شش میشه ولی یکی کمتر میگیریم پنج پس میگیم که پنج مرتبه پنج ضرب دو چند میشه شاکر دیزیز ده در صفرش یک حاصل 5 پنج ضربه 5، 25. 25 جمع یک، 26. 26 و 6 دو حاصل. 5 ضربه یک، 5. 5 همه دو چند مشه شاگردائیزیست؟ 7. آفرین شاگردائیزیست. ما 5، پنج 5. حالا چیکار کار میکنیم شاگردائیزیست؟ تفریقش میکنیم یا کمش میکنیم. از 5 که صفر بره خود عدد 5، از 3 شش نمیره چیکار میکنیم یکی از از شش قرض میکنیم میشه 13 از 13 که 6 بورا چند باقی میمونه شاگردای عزیز عدد 7 از 5 هفت نمیره چیکار میکنیم یکی از شش قرض میکنیم میشه 15 از 15 که عدد 7 کم کنیم چند باقی میمونه عدد 8 پس از حاصل تفریق چیره بده آوردیم یعنی از تفریق اعداد 875 حالا عدد 5 پایین میکنیم شاگردای عزیز دقت کنین عدد 5 پس 8755 تقسیم 1152 حالا شاگرد های عزیز دقت کنین میگیم که عدد 1152 چند مرتبه در 8755 شامل می باشه خب چند مرتبه 8 است تقسیم یک 8 میشه یکی کمتر میگیریم 7 7 ضرب 2 14 14 را 4 اش 1 حاصل هفت ضرب پنج یک هفت هفت دو هفت چور چورده سی و سی سی پنج هفت و پنج. سی پنج جمع یک میشه چند؟ سیبو، سیو سی و شش. سی و شش ششش. سه حاصل شاگرده عزیز یک ضرب هفت هفت. هفت جمع سه حاصل ما چند میشه؟ هشت ده. پس در سفرش یک حاصل. یک هفت هفت. هفت جمع یک چند میشه؟ عدد هشت. خب دقت کنید شاگرد باز هم یه عدد از هم دیگر تفریق میکنیم از پنج که چار بره چند باقی میمونه شاگرد عزیز آفرین چند عدد یک نام خدا از پنج شش نمیره پس چی کار میکنیم یکی قرض میکنیم میشه پانزه از پانزه که شش بره چند باقی میمونه شاگرد عزیز آفرین نام خدا عدد نو اینجا قرض دادیم من شش از شش که سفر بره چند باقی عدد شش حالا از هشت هشت نمیره یعنی صفر از خود صفر نوشته نمیکنیم شده گایز پس عدد دوره پایان میده عدد دو شش هزار و نصد و دوازه تقسیم یک هزار و یک و پینجا و دو هست حالا شاگرده عزیز دقت کنین چند مرتبه میگیم شش تقسیم یک شش میشه و عدد سی رقمی بعد از شش ما بزرگ است نسبت به سی رقمی بعد از یک پس همین شش مرتبه میگیریم میگم به احتمال زیاد هم شش درست باشه شش دو دوازده دوازده رو دویش یک حاصل شش پنج سی سی باید میشه سی و یک سی و یک یکش سه حاصل شش ضرب یک شش شش جمع سه حاصل ما میشه عدد نو آفرین شاگردان شش ضرب یک مساوی میشه به عدد شش حالا دقت کنید شاگردان عزیز زمانی که شما تفریق کنین صفر 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 یعنی از دو دو نمیده از یک یک نمیده تمامش صفر میشه پس باقی مانده صفر شد حالا شاگرد عزیز برای امتحانش چی کار میکردیم؟ میگفتیم که خارج قسمت ما را ضرب مقسوم علیه میکنیم اگر باقی مانده داشتیم در آخر جمع باقی مانده میکردیم باید مسایب چی شد و مقسوم ما شد کنین برای امتحانش یک هزار و هست ضرب 576 576 6 شش میکنیم ضرب دو دوازده دوازده یک حاصل شش ضرب پنج سی سی جمع یک میشه چند سی و یک سه حاصل آفرین شاگرده ایزیست شش ضربیه شش شش جمع سه نو نام خدا یک شش شش حالا مرتبه ده ها هفت زر دو چارده دا. چارده را چارش یک حاصل هفت زر پنج سی و پنج. یعنی پنج سی و پنج. یا هفت پنج سی و پنج. جمع یک سی و شش ششش سه حاصل هفت زر یک هفت هفت جمع سه چند میشه شاگرد عزیز هفت هشت نو ده دا. پس دره سفرش یک حاصل یک هفت هفت 7 جمع یک چند میشه شاگرده عزیز؟ آفرین چند؟ عدد 8 نام خدا حال مرتبه سطح ها را میگیریم ضرب جز اول ضرب میکنیم پنج دو ده در سفرش یک حاصل پنج پنج 25 25 با یک چند میشه شاگرده عزیز؟ آفرین 25 با, با, یک جمع کنین 26 26 شش بیستو شش ششش دو حاصل پنج ضرب یک پنج پنج جمع دو حاصل ما چند میشه؟ عدد هفت نام خود شاگردان ما یک پنج پنج, پنج. دقت کنین حالا با هم دیگر چی میکنیم؟ جمع میکنیم دو در قسمت پایینش دیگه عدد نیست از پس خود دو رو پایین میکنیم عدد دو یک جمع چار چند میشه شاگرد عزیز؟ آفرین عدد پنج نام خدا شاگردان حالا نو جمع شش یعنی نو تا داری بالای نو شش تایی دیگه اضافه میکنیم یا علاوه میکنیم نو ده یازده دوازده سیزده چارده پانزه پس پانزه را پنجش یک حاصل یک جمع شش آفرین چند میشه شاگرده؟ هفت هفت جمع شش چند میشه شاگرده عزیز؟ سیزده آفرین سیزده را سیش یک حاصل یک جمعه هفت هشت هشت جمعه هشت شانزه شانزه را ششش یک حاصل یک جمعه پنج چند میشه شاگه دایزیز؟ شش آفنی شاگه دایزیز پس کدام عدد بعد است آوردیم؟ یعنی شیست و سه هزار و پینست دو که بارت هست مقصوم ما بود پس به این نتیجه میرسیم شاگه دایزیز که عملی تقسیم که انجام دادیم کاملا درست است خوب شاگه دایزیز امتحان کردیم سوال ما امتحان ما کاملا درست پس دقت کنیم در قسمت نوت شاگرده ایزیز میگیم که خارج قسمت ما مساوی میشه مقسوم تقسیم مقسوم علیه و مقسوم ما مساوی میشه به مقسوم علیه به خارج قسمت میکنین اگر باقی مانده داشتین جمع باقی مانده میکنین اگر نداشتین پس خارج کنف ما به مقسوم علیه میکنین پس چی بر ما میتن مقسوم میباره درست شاگرد عزیز پس به خاطر داشته باشین خب سوال از فعالیت کتابتان از شاگرد عزیز گفته اگر مقسوم علیه 645 خارج قسمت 198 باشد مقسوم را معلوم کنید مقسوم علیه را بر ما داده و خارج قسمت هم داده گفتم مقسوم را پیدا کنین برای پیدا کردن مقسوم چیکار میکنیم شاگرد عزیز 645 از ضرب 198 میکنیم تا مقصوم ما حاصل شد درست است؟ آفرین پس نوشه میکنیم 645 ضرب خارج قسمت ما چند است؟ 198 645 عبارت از مقصوم علیه ماست و 198 عبارت از خارج قسمت حالا با هم دیگر ضرب میکنیم تا مقصوم به دست بیاریم. هشت ضرب پنج چند میشه شاگه دو ایزیز؟ یک دو اش شانزه سه اش بیست و چار چارش سی دو پنج چل. چل سفرش چار هشت چار سی دو یعنی هشت چار مرتبه با نفسی در میزنیم چند میشه؟ دو سی دو جمع چار میشه سی و شش سی و شش ششش سه حاصل ششش چلا هشت چلا هشت چلا نو پینجا پینجا و یک نو پنج چلا چلا حاصل نو چار یک نو نو دو نه سه نو به چار نو سی و شش سی و شش با چار میشه عدد چل باز هم چار حاصل نو شش پینجا و چار و چار جمع چار میشه پینجا و هشت حالا یک پنج پنج یک چار چار و یک شش شش دقت کنید شاگرد عزیز حالا جمع میکنه. صفر خودش شش جمع پنج یازده یازده را یکش یک حاصل یک جمع یک دو دو جمع پنج هفت پنج جمع هشت سیزده سیزده را جمع چار کنیم سیزده چارده پانزده شانزده هبده هفته را هفتش یک حاصل خوب شاگردای عزیز یک جمع پنج میشه شش شش جمع شش میشه عدد دوازده یعنی بالای شش شش روی دیگه اضافه کنیم چند میشه آفنی شاگرده ایزیز عدد دوازده پس دقت کنین شاگرده ایزیز گفته بود که مقسوم رو معلوم کنید چرا مقسوم را معلوم کنید از حاصل ضرب مقسوم علیه ضرب خارج قسمت یعنی خارج قسمت از ضرب مقسوم علیه می کنیم 198 ضرب 645 تا مقسوم ما حاصل شود پس مقسوم ما عبارت از چند است؟ 127710 خوب شاگرد عزیز شما به خاطر ازی که مطمئن شوید که آیا مقسوم ما درست هست یا نه به اساس امتحان عملی تقسیم مقسوم را تقسیم یک از اجزای ضربی میکنین که جز دیگرش حاصل شد و اگر جز دیگر حاصل شد پس ما به این نتیجه میرسیم که امتحان عملی عملی ضرب ما کاملا درست است یعنی با امتحان کردن شما میتونید مشخص کنید خوب شاگردای عزیز ای بود از درس امروز ما تا جلسه بعدی خدا حافظ و نگهدار وقت خوش